آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم و مازیار اشرفی بناب متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه پزشکی بریستول همراه ما هستند. میخوام این ازتون بپرسم پیش از همه که چقدر این آقای بونا با شما شروع میکنم که چقدر مدیریت در ایران به نظر شما در مورد این واکسن ها، حالا فارغ از اینکه چه واکسنی رو استفاده بکنن، تا اینجای کار موفقیت آمیز بوده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. متاسفانه از ابتدای هم هیچ شفافیتی همونطور که شما فرمودید در رابطه با نحوه برخورد صحیح و علمی با این بیماری و این پاندمی در ایران مشاهده نبودیم، نه در زمینه تولید واکسن، حالا تولید داخلی واکسن اطلاعاتی منتشر شده، هیچ اطلاعات علمی در این که به چه نحوی و چگونه این واکسن ها دارن تهیه و تولید میشن و یا در دست تولید هستن در اختیار عموم قرار داده نشده. متاسفانه تازه به فکر خرید واکسن افتادن، اون هم تعداد بسیار محدود، در حالی که کشورهای بزرگ دنیا از مدت‌ها پیش با شرکت‌های بزرگ قرارداد بستن و پیش خرید کردن و متاسفانه وضعیت به جایی رسیده که ایران ما الان یکی از بدترین کشورها هست در رابطه با شیوع و زایات که این پاندمی ایجاد کرده. آقای فتوحی، اینو میخوام از شما بپرسم که واقعا چقدر این نگرانی ها در مورد واکسن های روسی و چینی به جا هست؟ به حال طبیعی هست شاید خیلی از ماها وقتی که میشنویم این واکسنی از چین میاد یا روسیه میاد یکم دودل هستیم در مورد استفاده از اون، اما آیا این نگرانی ها مبنای علمی هم داره؟ خب این کشورها توانایی تولید واکسن رو دارن واقعا از نظر علمی. مشکلی که وجود داره همون عدم شفافیت که شما هم به اون اشاره کردین. اگر به خاطر داشته باشن بینندگان عزیز، در سپتامبر گذشته شرکت آسترازنکا به اصطلاح مرحله فاز 3 تحقیقات برای واکسن خودش رو چند روز متوقف کرد به خاطر اینکه عوارض جانبی شدید در یکی از بیماران رخ داده بود، ولی ما هیچ اطلاعاتی در این زمینه در مورد واکسن های چینی و روسی نداریم. واقعا اگه حتی کسانی جانشون رو از دست داده باشن ممکنه اعلام نشده باشه. این عدم شفافیت هست که نگرانی ها رو بروز میده، وگرنه نوع تکنولوژی و توانایی تولید این واکسن ها در نزد این کشورها وجود داره و از این نظر مشکلی نیست، ولی چون شفافیت وجود نداره خب آدم میتونه نگران باشه که میتونه خطراتی وجود داشته باشه یا عوارضی مشاهده شده باشه که ما از اونها اطلاع نداریم. کشورهایی که این واکسن ها رو استفاده میکنن، مثلا کشورهای عربی که شروع کردن واکسن سینوفارم رو استفاده بکنن، ممکنه به این اطلاعات تا حدی دست پیدا کرده باشن که به قانع شده باشن که این واکسن ها رو تست بکنن و استفاده بکنن، ولی خب ما متاسفانه اطلاعات ناقص داریم و نمیدونیم. ولی کلا من اگه بخوام عرض کنم، واکسن هایی که با تکنولوژی جدید mRNA تولید شدن، انتظار میره که ریسک کمتری برای عوارض جانبی داشته باشن به خاطر اون به اصطلاح تارگت مشخص و محدودی که دارن نسبت به واکسن های دیگه. ممنونم از شما آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم و همینطور مازیار اشرفی بناب متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشکده پزشکی بریستول با ما بودن. ممنونم از هر دوی شما.